امید خوبی و خوشی یکایک شما. باز هم با یک دیگر از برنامه های پرنیا با شما هستیم و با امید اینکه تا لحظات اخیر برنامه شما هم با ما همراه باشید. مهمان ما پوهنمل شمس غزنوی، استاد پوهنزه روانشناسی پانتون تعلیم تربیه هستن و شما رو خوش آمدید بگیم برنامه. زنده باشین، تشکر از شما. سلامت باشین، بسیار خوش آمدید و با امیدی که دوستان ما رو تا آخر برنامه همراهی کنن و موضوعی که در نظر گرفتیم و می‌خوایم که سوالاتی را که داریم از شما بپرسیم تا اینکه دوستای ما هم جوابایی که از سوالا دارن بگیرن و می‌خوایم که این چند لحظه‌ای که همراهشون هستیم را براشون مفید واقع شیم. واسه بریم سمت سوالاتی که از شما خواهیم داشت، می‌خوایم اولین سوالی رو که از شما بپرسیم این باشه که آیا ما وقتی که می‌گیم اطفال بسیار علاقه شدید پیدا کردن و اینترنت و یا استفاده از موبایل و تبلت، اینایی که بسیار شدید مصروف و همچون کارهایی هستن، میتونیم بر اطفال هم ایره به نام اعتیاد یاد کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از سوالتان، چون برنامه برای طفل است، برای کودک است، یک شعری از ابوالمعالی بیدلس به یادم آمد، میگه که طفلی و دامان مادر خوش بهشتی بوده است، طفلی و دامان مادر خوش بهشتی بوده است، تا با پای خود روان گشتیم سرگردان شدیم. مسلماً که کودکان دارای خصوصیات مشخصه کودکی هستند که خیلی زیاد تأثیر پذیر از اکثر حوادث و وقایع و از اینا هستن. در حقیقت قبل از اینکه ما بگوییم که آیا موضوعات اینترنت یا وسایل الکترونیکی اعتیاد است یا نیست و یا همچی ضررهایی برای کودک دارن، بین از خاصیت خود کودک آغاز میکنیم که کودکان به صورت طبیعی با بازی ها، با انواعی که ما شما از لحاظ موضوعات وسایل الکترونیکی امروز به نام گیم ها یاد میکنیم یا موضوعات میگیم وسایل میگیم که اینا را با هم مصروف میسازن، اساسا ذهن کودک، بنیاد خصوصیات کودک با موضوعات بازی ها و گیم ها عجین شده است، سرشت یافته، با هم بسیار زیاد رابطه مستقیم و مستحکم دارن. از این لحاظ روانشناسا به یک عقیده هستن که تدبیر جهان هستی برای از اینکه کودک خوبتر محیط خود یاد بگیره، خوبتر با موضوعات و با چیزهای آموزشی زیادتر سر و کار داشته باشه، بهتر یاد بگیره، میگه جهان هستی برای اینا بازیهایی را آفریده که همین یادگیری را برای مغز اینا آسان‌تر بسازه. معنای از این گپ است که تمام وسایل آموزشی، تمام موضوعات آموزشی از طریق بازی خیلی خوب میسر است برای یادگیری کودک. انسان ناگزیر است با محیط خود در ارتباط است، با زمان خود در ارتباط است. اگر ما وسایل بازی را برای کودک در اطراف، در قریه ها، در روستاها در نظر بگیریم، وسایل بازی کودک وسایل طبیعی است، محیطی است، سنگ است، برگ درخت است، حیوانات است. ای خود امو محیط و ماحول کودک برش وسایل بازی را برش داده. وقتی اگر ما از شهر صحبت میکنیم، وقتی اگر ما از تمدن صحبت میکنیم، وقتی اگر ما از وسایل پیشرفته آموزشی، وسایل آموزشی به حساب امروزی که میگیم تکنولوژیکی است، از این صحبت میکنیم، کودک از لحاظ زمانی با او سر و کار میداشته باشد، به خاطر که طبیعت ذاتی کودک به خاطر بازی است. ای که وسایلش الکترونیکی است، مسائلش چه وسایل سنگ و محیطی عادی است، این برش فرق نمیکنه. از او اصلا از سنگ و از محیط کمتر استفاده میشه. وقتی که اطفال میبینیم بیشتر علاقه شدیدی به تلویزیون یا اینترنت و موبایل و تبلت و تمام اینها دارن، اما کمتر میتونیم ببینیم اونها را که با محیط طبیعی سر کار میرسیم. سر از اونجا گپ اساسی ای است که هر قدر اگر کودک با محیط طبیعی خود سر و کار داشته باشه، با سنگ و چوب و مثلا یک کودک خیلی ذکی خود آمد که از لحاظ تخیلی یک سنگ پیش روی خود میمانه و این میگه این محترم است، اگر یک برگ میمانه میگه پیسه ایم است، اگر یک شان دوکانداری میکنه بازی میکنه میگه اینی خاک یا ریگ کوت میکنه میگه بوره است، یکش میگه که یک برگ برش میته میگه در رو پره برمه بوره بته،
این بازی ها بازی های طبیعی است که کودک با دنیای جدید خود، با دنیای آینده خود خود آشنا می سازد. میخواهد که تقلید از پدر و مادر و از امثالش بکند. این بازی های طبیعی است که برای کودک ضرر نداره و از لحاظ تخیل و تفکر خیلی ارزشمند است. کودک ما وقتی که اگر روی یک سنگ میگه به حساب مترکم است، مترکم است. کودک باز به او سنگ به از لحاظ با نظریه سنگ به اون نگاه نمیکنه، فکر میکنه، تصور میکنه، خیال میکنه که این محترم است. و اگر شما او را پیش بگیرید نمیگه که سنگ ما گرفتی، میگه محترم ما گرفتی. خب میایم حالا سری مسئله گپ شما. موضوع الکترونیکی، موضوعات در مجموع چی گیم ها، همه موضوعات گیم هایی که در موبایل هاست، در کامپیوتر هاست، در دیگه همه پلیر هاست، در هر کدام از اینا که است، اینا در قدم اول یک خوبیش هم باید بگیم ای که چون وسایل بازی است و کودک طبیعتاً با بازی و با گیم ها سر و کار داره، اینا از او استفاده میکنن، یاد میگیرن، ذهنشان انکشاف میکنه و با وسایل موضوعات جدید آشنا میشن، با رنگ ها، با شکل ها. میتونیم بگیم که وسایل الکترونیکی که کودکان از اونها استفاده میکنن، مثلا گیم هایی که از اونها استفاده میکنن، واسه رشد ذهنشون واقعا میشه. بله یقینا میشه. و ما از همین خاطر است که به طور مثال وقتی که همین وسایل آموزشی الکترونیکی به دنیا آمد و عرضه شد برای کودک و برای کودکستان ها و برای خانه ها، اساس و بنیاد از این همی بود که باید کودکان ذهنشان انکشاف کنن، از لحاظ موضوعات عاطفی موضوعات یاد بگیرن، احساساتشان انکشاف بکنن، رنگهای مختلف و متنوع را ببینه. ولی پس آنها یقیناً که متوجه شدن که این همی گیم ها، همی وسایل الکترونیکی ضررهای خود هم داره. این ضررها اول در قدم اول همی پراگندگی ایست که این تششعات برقی را پخش میکنه. این ناگزیر کودکی که هنوز از لحاظ جسمی پخته نشده، چشمهایشان متاثر میشه، ذهنشان، گوشهایشان، حتی سر تمام اعضای بدنشان این تاثیرات تششعات از این وسایل 100% است و اینا زیاد متاثر میشن. بخصوص امروز دریافتن که بسیاری از وسایلی که به گوش گرفته میشه، امواج الکترونیکی سر گوش کودکان بخصوص تا سن 12 سالگی تاثیرات منفی داره. اکثرا سبب از این میشه که حجرات تخریب شوه، حجرات رشد ناسالم بکنه. مثلا که بزرگسالان به جایی که بیشتر تماس بگیرن، بهتر از پیامک استفاده کنن، میتونن که اشعات به گوش کمتر برسه. بله یقینا. و حتی امروز مثلا بعدن چیزهای دیگه آمده زمینه ازی که ما میتونیم که از موبایل خود طوری استفاده کنیم که به صورت مستقیم به گوش خود نگیریم، یا همو بلندگوی از او را بلند بسازیم تا اینکه مستقیما همی تششعات الکترونیکی در مغز ما به گوش های ما و به چشم های ما اصابت نکنه. از این لحاظ این یک گپی است که واقعا ضرر داره. و ما هم نوا با این گپ هستم که ما جلوگیری ازی بکنیم، چه در خانواده ها هستیم، چه در مؤسسات آموزشی اگر فرض میکنیم کودکستان ها هستیم، برای اطفال این فرصت ها را کمتر در اختیارشان بتیم که از این تششعات اینا دور باشن. حتی به صورت غیر مستقیم هم تاثیر میکنه. امروز مثلا امی که ما در خانه خود تلویزیون داریم، امی که ما موبایل داریم، فضای خانواده ما را امی تششعات، امی امواج الکترونیکی متاثر میسازه، حتی سر کلان سالا، سر بزرگ سالا. ولی کودکانی که اونا تاثیر پذیری زیادتر نظر به بزرگ سالا دارن، اینا تاثیراتشان و بس سرشون بسیار زیادتر است. به خاطر که بله رشد نکرده بسیار زیادتر است. خب ولی خب ببینیم که واقعا میتونیم اعتیاد بگیم برای ما بگیم اول ببین بدانیم که اعتیاد چی است. اعتیاد یک روش بکارگیری به صورت متداوم که از حالت عادی انسان ها فراتر باشه و سبب اذیت در یکی از فعالیت ها و رفتار ما صورت بگیره، این خودش عادت است و اعتیاد است. البته اعتیاد نظر به عادت جنبه های قوی تر داره. ما در بسیاری مسائل ما عادت داریم، اما از لحاظ خصوصیات مغزی و خونی شاید به اونا خیلی وابسته نباشه. اگر ما وسایل الکترونیکی را
به صورت عادت‌ها استفاده می‌کنیم واقعاً اعتیاد است. اگر ما به حساب ضرورت استفاده می‌کنیم اعتیاد نیست. مثلا برای ما تلفن میاد و ما روز بارش جواب میدیم، یا ضرورت ما پیدا میشه به کسی زنگ میزنیم، اعتیاد نیست. چرا؟ رفع ضرورت می‌کنیم. خب اگر ما اینطور میشه که ما با موبایل بازی می‌کنیم و ما بخی به او وابسته هستیم، حتی تمام ضروریات، تمام مشکلات خود با او نسبت داریم، از این لحاظ یک اعتیاد است. باز در بین اعتیاد هم اعتیادهای ساده و اعتیادهای شدید است. شاید یک عده مردم معتاد باشند به اینکه تلفنشون در جیبشان باشه. وقتی که از خانه میبرایند باید بدون موبایل نبرایند. خب این اعتیادات ساده است، بسیط است. به صورت رفع ضروریات امروز ما موبایل ها را بر مبنای یک ضرورت استفاده میکنیم و بدون از او کار ما خیلی زیاد مشکل است. خب کارهای ما دشوارتر شده نظر به دهه هایی که موبایل وجود نداشت. ما مشکلات خود را به صورت فیزیکی و عینی رفع میکردیم و حال ما مجبور هستیم که باید کارهای خود ساده تر، زودتر و مؤثرتر انجام بدیم. از این لحاظ این اعتیادهای ساده است. اما گاهی اگر اینطور میشیم که ما مهمان داریم، ما درس داریم، ما در خانه وظایف دیگه داریم و موبایل خودم ما چالان میکنیم، گیم میکنیم، خندهتون گرفت من شما نه یک سوال برام خلق شد. نه من خودم قسمی نیستم که بگم مهمانم باشه و بعد موبایلم دستم باشه و گیم بزنم. راستش من زیاد در زمینه گیم خوب نیستم، به خاطر گیم بازی نمیکنم. اما گپ اینجاست که یک حسی در وجود انسان میاد که من خودم گاهی قسمی شده که میفهم در موبایلم هیچ گپ نیست، نه مسیج اومده، نه زنگ اومده، هیچ گپ نیست، اما یک بار باید بازش کنم و ببینمش. یعنی من فکر میکنم بسیار کسا همچون دچار همچون مشکلی هستن و من خودم نمیفهم میتونم نامهره اعتیاد بانم که واقعا وابسته هستم به موبایلم، که حتی مطمئن هستم نه مسیج اومده نه زنگ، اما باید یک بار چکش کنم. اینم میتونیم یک اعتیاد یقینا ما این میول وقتی که ما چای همیشه نوش جان میکنیم و وقتن فوقتن در اختیار ما است، ما تصور نمیکنیم که ما معتاد شدیم به چای. اگر امی چای برای ما دو روز نرسه باز بر ما معلوم میشه که ما چقدر به چای معتاد شدیم و می فهمه والا بدون چای هیچ امکان نداره، هیچ چیز نخوردیم در خانه این نفر، در حالی که بهترین غذاها و میوه ها رو خوردیم و هو والا چای نخوردیم، ما پس اون متوجه میشیم که ما معتاد شدیم. من فکر میکنم استاد در این دوران میشه دو روز چای نخورد ولی نمیشه دو روز بدون موبایل بدونیم. پس اعتیاد ما نظر به چای بیشتر است در یقین من خودم. شاید من معتاد باشم با وجود از اینکه بسیار کش یک حس وابستگی است. من فکر میکنم استاد شاید اون چیزی نباشه که ما فقط بگیم که ما میخواییم به همراه او گیم بزنیم، اما موبایل ما شاید فقط زنگی باشه که ضروریات ما رفع شد، اما یک حسی وجود داره که ما احساس کمبودی میکنیم وقتی که نداشته باشیمش. یقینا ما مثلا اگر طوری باشه که ما از این موبایل بسیار زیاد خسته شویم به خاطر که هر لحظه برای ما یک زنگ میاد و ما باید رو جواب بدیم و با یک کسی باید برای ما یک وظیفه مسپاره، این گپا شاید گاهی تو شویم که یک روز بگیم که ما موبایل خود خاموش میکنیم تا یک لحظه آرام شویم. خب این یک جهت قضیه است. قضیه دیگه ای است که امروز به صورت ما اگر بگیم فیصدی با فیصدی های مختلف تمام ما شما معتاد شدیم. اما قضیه رو میریم سر کودک. کودکان ما به خاطر از اینکه اونا ذاتاً از لحاظ خصوصیات جسمی و بدنی و روانی خود اونا به بازی ها و گیم ها علاقه مند هستند. ذهنشان در حقیقت اگر بگیم که گیم ها و بازی ها مکتب کودک است، پهنتون کودک است و مرجع تفریح کودک است، از این لحاظ کودک به وابستگیش بیشتر است نظر به افراد دیگه و همین زمینه را برش مساعد بکنه. مثلا تصاویر است، رنگ هاست، بسیاری چیزهای دیگه است که در موبایل می باشه و ذخیره شده و اطفال از او استفاده می کنند. به این لحاظ وابستگی کودک از لحاظ طبیعی بیشتر است نظر به افراد دیگه. این ما یقینا اعتیاد گفته می تانیم که سوال شما به همی بود که آیا یه اعتیاد است یا نیست. خب مگر گپ دیگر هم می زنیم که فیصدی های از این آیا اگر ما یک تحقیق نیاز داریم که چند فیصد اطفال امی شهر کابل اینا دسترسی به موبایل دارن تا از او استفاده کنن. این نیاز به یک ریسرچ داره که ما بگیم چند فیصد. اگر ما در سطح افغانستان صحبت میکنیم باز در صورت کاری بسیار مشکل تر است که ما بگیم که در سطح افغانستان چقدر کودکای ما دسترسی به موبایل دارن. شاید در اطراف در یک فامیل یک موبایل باشه بر رفع ضرورت، او هیچگاه برای اطفالشان زیادتر به دسترسش قرار نمیتن و نگاهداری هم میکنن تا خراب نشه. نظر به اینکه در شهرها این مسائل بسیار ساده تر است، کوشش میشه از موبایل های پیشرفته تر استفاده کنه، موبایل های قبلی به دسترس اطفال قرار میگیره. از این لحاظ
ای یک اعتیاد، زمینه اعتیاد در شهرها بیشتر است نظر به ولایات، نظر به دهکده ها و اونا. بله همون قسم استاد، راستش با گفته های شما و هر دقیقه برای یک سوال خلق بیشتر، ما خب وقت ما هم کوتاه هست و ما یک سوال را پرسیدیم و بسیاری سوالاتی که ما داشتم راستش به جواب رسیدیم و ما میخواییم یک سوالی بپرسیم که والدین چگونه میتونن جلوی همچون کاری را بگیرن؟ من فکر میکنم بسیار کار سختی است. وقتی به این فکر میکنم که مثلا یک طفلی که خانوادهش توانایی را دارن که برش همچون این چیزهایی را مهیا بسازن، همچون وسایل را برش مهیا بسازن، اما به دلیلی که مثلا میخواین که معتاد به همچون وسایلی نشن، این زمینه را برشون مساعد نمیسازن و وقتی دوستایش را میبینه و طفل میبینه دوستایش دارن همچون وسایل را و مصروف این چیز هستن، باعث میشه یک ناراحتی در ذهن اطفال ایجاد شوه و اصلا پدر و مادر چگونه میتونن جلوی تمام این ناراحتی ها را بگیرن یا اینکه اصلا اگر برش فراهم کنن خوب است یا نکنن، اصلا چگونه میتونن؟ بله سوال بسیار خوب است و من هم کوشش میکنم که کوتاه جواب بدم. در قدم نخست یکی از گپایی است، یکی از گپایی است که امی رقمی که ما گفتیم اندازه اعتیاد به موبایل متفاوت است. یک نفر وابستگی شدید داره، یکی وابستگی کم داره. در بین چیزها هم امی اعتیادات فرق میکنه. مثلا یک اعتیاد خیلی وخیم نیست، مثل ازی که اعتیاد به سیگرت است، مثل ازی که اعتیاد به مواد مخدر است، به پودرها و الکل و تگپ هاست. این اعتیاد خوشبختانه اگر پی دیگام داره که ما میتونیم به آسانی این اعتیاد تغییر بتیم. این فرصت ازی وابستگی های ازی یکی از روش های تربیت بگویم، یکی از موضوعات تربیت است که ما باید وابستگی های شدید ناسالم تغییر بدیم به موضوعات خوب آموزشی، به موضوعات خوب زندگی. از این لحاظ اعتیادات با موبایل کاری است قابل تغییر است. ما میتونیم این اعتیاد را جلوگیری بکنیم، چه پدر و مادر، چه استاد، همگی و همگی. اما پیام اساسی ما در این مورد این است که ما نباید توقع از این بکنیم که به زودترین فرصت ما اعتیاد از بین برده میتونیم. البته اگر ما اینی دسترسی کودک به مرور زمان به تدریج به اختیارشون بگذاریم، ولی شدیداً همیشه اگر ما کوشش بکنیم که یک کار را جلوگیری بکنیم، شدیداً جلوگیری کنیم، در اون صورت ما در حقیقت جلوگیری نکردیم، ما تشدید کردیم امو وابستگی را. اگر ما فرصت‌های در اختیار یک طفل قرار بدیم، به طور مثال موبایل بدش است، ما یک کتاب زیبا و مقبول به دست میدیم، میگیم که بیا که کتاب خریدیم و به همین شکل ما اینمی عادت را تبدیل میکنیم به عادت‌های مطلوبی دیگه. دسترسی ها را به مرور زمان کم میکنیم. اگر یک روز کودک در تمام روز موبایل بدستش است، اگر ما بتانیم به مرور زمان این امی را یک کوتاه کرده بتانیم، هر قدر که ما مداومتش دوامش را کم بسازیم و دفعاتش را کم بسازیم. بله. یعنی دو گپ، یکی دوام و یکی هم دفعات و دیگه هم شدتش. این سه موضوع در روانشناسی بسیار مهم است. مثلا یک نفر روزانه 10 بار با موبایل دست میزنه، اگه ما این 9 بار بسازیم ما بفهمیم که ما 10% موفق شدیم. اگر شدتش که بسیار ایره به او علاقمندی نشان میداد، ما برش کم بسازیم که این مربوط به خودت نمیشه، بسیار زیاد موضوع مهم نیست، شدتش کم بسازیم. خب گپ دیگه من نمانه، یک گپ مهم دیگه ای است، هرگاه اعتیادات به یک زمان مشخص صورت میگیره جلوگیری از یک ذره مشکل است. اگر ما همیشه بعد از نان موبایل بگیریم و ایره بعد از هر نان بگیریم، بعد از هر یک فعالیت بگیریم، اینمی اعتیاداتی که بعد از یک زمان مشخص صورت میگیره، این یک ذره جلوگیریش مشکل تر میشه. نظر به اینکه طفل هر وقت موبایل به دستش قرار گرفت، این تبدیل از این عادت کار ساده تر است. اگر یک نفر باشه، یک مثال دیگه هم بگویم که شنونده های ما به این متوجه شون، اگر یک نفر سیگارت میکشه هر وقت، او زودتر ترک کنه میتونه، اون نفر زیادتر ترک کردن نمیتونه که بعد از نان بازی باید یک سیگرت باید بکشه، بعد از چای صبح باید یک سیگرت بکشه، بعد از دفتر خود این وقت مشخص اگه برش داد، این عادت رابطه پیدا میکنه با یک فعالیت دیگه. پس از این لحاظ اگر ما در قدم اول کوشش میکنیم که امی اعتیاد کودک از بین ببریم، امی دفعات چه گدوت برش بسازیم که از یک زمان مشخص و یک زمانهای متفاوت. اگر یک کسی میخواد سیگرت ترک بکنه، ایره کوشش کنه که زمان زیر تغییر بده، جدول بسازش، بعد از نان مشخص نسازه، بعد از او بازی در دفعه دوم میتونه که او را ترک بکنه.
گپ مهم در خانواده یکی از مسائل مهم دیگه این است که آگاهی خانواده بسیار مهم است که خانواده بدانه که اینمی اعتیاد کار درست نیست، یک عادت ناسالم است. بله، آگاهی بسیار مهم. آگاهی بسیار مهم است. هر قدر که خانواده های ما، معلمین ما، استادای ما، اینا جوانان ما آگاهی پیدا میکنن که ما اینمی کار مضر است، امی که درک کردن نخستین قدم جلوگیری است. پس اگر ما بتانیم انشالله که موفق خواهد بودیم. بله، متاسفانه البته کسایی هم هستن که آگاهی دارن ولی خود را عاجز میدونن از جلوگیریش. امیدوار هستیم اونا هم متوجه چیز شون که در آینده میتونه ضررهایی را برای اطفالشون داشته باشه. تشکر استاد، بسیار خوش بودیم که لحظاتی را با شما بودیم و سوالاتی که پرسیدیم، بسیار توضیحاتی که دادین انقدر دلنشین بود که من میخواستم که وقت بیشتری را بگذاشتیم برای موضوع. اما در هر صورت امیدوار هستیم که بیننده های ما استفاده مفید را تونسته باشن کرده باشن، به خاطر که وقت ما کوتاه بود. و در هر صورت به امید اینکه همگی ما بتونیم اطلاع پیدا کنیم در این زمینه و راه جلوگیریش را پیدا کنیم.